دستشویی دارم. چه خبرت امید؟ سر صدا را انداختی؟ صبح بخیر مامان. صبح بخیر. ببین بابا بگو انقدر معطل نکنه. بابات که تو دستشویی نیست، خوابیده. نیست؟ آخه همیشه زودتر از من میرفت دستشویی. بفرما، اینجا کسی نیست. برو دیگه، مگه دیدت نشده بود؟ یه مسئله مهمتر، ساعت بابا امروز زنگ نزده. تو چیکار به این چیزا داری؟ به چون دیدت میشه؟ اگر در خانه ستون صداقت ترک بردارد، خوشبختی خانواده دیر یا زود فرو می‌ریزد. اینو من نمیگم، یه ساختمون بهزیستی نوشته بود با خط درشت، دیرو سر را خوندمش. صداقت بین ما که در زیر یک سقف زندگی می‌کنیم خیلی مهم و حیاتیه. بابا دیشب حتما ساعتو کوک نکرده. جرأتشو نداره، از مامان میترسه. شاید یه بار خواسته ببینه شجاعت چه مزه‌ای میده. معلومه، مزه دمپایی. چه خبرتونه؟ مگه نمی‌بینی پدرتون خوابه؟ ما فکر کردیم خودتون رفتین با یه دمپایی و از چشمای بابا ترمیم. یواشتر، برای چه من باید همچین کاری بکنم؟ لابد خسته است، فقط بخوابه. جدن نمیخواییم بابا رو بیدار کنیم؟ و مگه آزار دارم بچه؟ برای چی باید بیدارش کنم؟ خوابیده دیگه. ولی اون دفعه خودتون گفتین مرد ایدئال زندگی کسیه که از خروس خون تا بوق سگ کار کنه. من گفتم؟ بله، منم شاهد زنده. منم چه حرفی نزدم، مگر من گفتم حتما عصبی بودم یه چرت و پرتی گفتم. لال بشم اگه بخوام به آقای مصور یه همچه حرفی بزنم. خیلی خوب، بس دیگه، صبح نتونو خوردین، حالا بریم میزو خالی کنی. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یعنی مامان داره یه رفتار ایدئال میشه؟ نمیدونم، به بابا که نمیاد انقدر خوشبخت باشه. آقای مصور، آقای مصور، آقای مصور، آقای مصور، اگه میخواین تشریف ببرین مغازه بیدارشین، لنگ ظهره. ظهر؟ من رو هفت کوکش کرده بودم. خروس بی‌محل. سیما باور کن من تنبلی نکردم، گذاشته بودمش رو هفت. من گذاشتمش رو یازده. تو؟ آخه فهمیدم شما دیشب تا دیر وقت رو اختراعتون کار میکردی، شب کار روز کار، خب اینجوری مریض میشین. شما آقای مصور باید سالم بمونید که بتونین اختراع بزرگتون رو به نتیجه برسونین، اختراع بهترین و بزرگترین داروی ظهور چاپ. سیما تو خودتی؟ بله. ولی تو که همیشه میگفتی آب شلغم خاصیتش بیشتر از این معلول بدرنگه. تو رو خدا من یاد دوران جاهلیت هم نندازین آقای مصور، خجالت میکشم.
آقای مصور، پس من صدا تو خواب نمیدیدم. خب تشریف بیاریم صبحانه. صبحانه؟ امروز صبحانم به میدی؟ خدا من بکش آقای مصور، این همه سال شما رو بدون ناشتایی فرستادم سر کار. خدا نکنه بکشه، بازم من بدون صبحانه میمونم. تا شما دست و روتونو بشورین صبحانه آماده است. بفرمایی. چرا زحمت کشیدی؟ مگه شما همیشه دوست نداشتین حوله بدن دستتون؟ آره. پس بفرمایید مختره بزرگ. چه روز خوبی. خواهش میکنم. چه روز خوبی. کجا؟ میرم آشپزخونه. مگه میز آشپزخونه رو نچیدی؟ نه. بگیرش، میدونستم صبحانه بهم نمیدی. برای صرف صبحانه بفرمایید اونجا. از این به بعد صبحانه، نهار، شام اونجا روی زمین، برای اینکه آقای مصور اینجوری دوست دارن. خیلی ممنون. خواهش میکنم. برای تکلیف زندگی مدرن و زانو درد خودت چی میشه؟ شما راضی باشید آقای مصور، زانو درد من اصلا مهم نیست. از پام افتادم افتادم. خدا نکنه. به به، خیلی ممنون. ولی امروز پا خودم هم درد میکنه، روی این کاناپه خوابیدم، پشت میز صبحانه میخورم اگه اشکالی نداره. خواهش میکنم، هر جور که شما بفرمایید. چی شد؟ سیما یه سوال. من بیدارم، خواب نمیبینم. شما بیداری مختره بزرگ، بیداره بیدار. یه سوال دیگه. خواهش میکنم بفرمایید. من اگه بیدارم شما چه خوابی برام دیدی؟ من؟ من هیچی، خوابی ندیدم مصور. یعنی هیچ توقعی ازم نداری؟ سیما جان، یعنی هیچ توقعی از من نداری؟ لباسی، طلایی، مبلمان جدیدی، چیزی یا؟ مادیات اینه چرک کف دست میمونه. بفرمایید، یخ میکنه. به حلیم بالی جناب بوغلمون این طرف ها. سر خیابون بودن، دعوتشون کردن اینجا صبح زود. آخه خوش اومدین، فداتون. دوست دارین؟ چجورم؟ سه وعدم بخورم، وعده چهارم مردشم، تو که میدونی؟ پس خودت چی؟ برای شماست فقط، به بچه هام ندادم، برای که کم بود. نوشه جان. چرا به بچه ها ندادی؟ خودت نخوردی؟ حالا یه لقمه بزن. نوشه جانت، شما بخوری انگار ما خوردیم آقای مصور. بخور. چه عالی. تو کجا بودی سیما جان نازنین من؟ با بوغلمون بودین آقای مصور؟ نخه، با تو بودم سیما جان. ممنونم. خواهش میکنم، با شما بودم. سیما جان، تو کفشای منو ندیدی؟ دیشب واکس زدم. چه واکسی، چه همسری. تو از رویاها آمده ای، تو از سفید دمها آمده ای. جدا؟ بله. تو کاری ندیدی نه؟ چیزی میخوایی بگو. روم نمیشه بگم مصور. چرا روت نمیشه؟ بگو، گوش میکنم. آخه میترسم فکر بکنی که همین کاری که کردم رشوه بوده. پس نگو. آخه اینجوری هم ممکنه فکر بکنی که حتما خواستم یه چیز مادی بوده. پس بگو. آخه روم نمیشه بگم.
سیما خانم دیرم شده، قراره چند تا مشتری بیان عکساشونو ببرن. تقصیر خودته، از صبح نشستی حلیم لقمه میکنی میخوری. ها؟ چیز یهو از دهنم پرید مصور. خیلی خوب، ببخشید. خب اشکال نداره سیما جان، من رفتم، خدا به سلامت. یعنی که نمیخوای بشنوی چی میخواستم بگم؟ باشه، به شرط این که یک دو سه بگی. سعی میکنم. یک دو، حالا سه بگو. ببین مصور، ما الان چند ساله به روحمون اجازه ندادیم که یه هوایی بخوره، یعنی که به زندگیمون اجازه ندادیم یه نفس عمیق بکشه. نمیفهمم. منظور من اینه که روح ما هم احتیاج به تغذیه داره. بازم نمیفهمم. یعنی بابا اینه یه قناری تو قفس افتادم؟ سیما روک و راست مسئله رو بگو، تو چی میخوای؟ سفر. دلم میخواد بریم مسافرت. مسافر جنگل، دریا. سیما مسافر، تو دستموز محبت تو میخوای نه؟ سفر که مادی نیست. چی میگه مادی نیست؟ تو سفر برای هر نفس عمیق باید یه اسکناس بندازی دور. یعنی من لیاقتشو ندارم مسافر. خب تو سلام. تو مگه تو بعد از اون کلاس نداشتی؟ حالا کلاس اصلا تشکیل نشد. چرا؟ تعداد به حد نصاب نرسید. مثل اینکه این چند روز تعطیلی بیشتر بچه ها رفتن سفر، فقط ما موندیم خونه. میبینی مصور، دخترمونم دلش بوسید. تو که از نظر مالی تواناییشو داری، قبول کن دیگه. خواهش میکنم. نه، من تازه موجودی حساب پسندازم آبرومند شده، متاسفم. خیلی خوب، پس جواب محبت و مهربونی رو با خودخواهی میدن؟ حرفی نیست. چه خودخواهی سیما؟ تو صفرای حساب بانکی تو بیشتر از ما دوست داری. حاضر نیستی حتی یک قدم واسه دل ما برداری. با همین صفرا ما میخواییم خونه بسازیم سیما، واسه خودمون. سیما خواهش میکنم این صبح تاریخی رو با این حرفا خرابش نکن. خدا منو باش که میخواستم رفتارم و بر اساس خط فکری تو تنظیم کنم، یعنی اونجوری باشم که تو دوست داری. سیما چیه؟ تو هر گونه مخالفتی رو در من میشکنی. شب با 4 بلیط به مقصد شمال برمیگردم. ممنونم مصور، ممنونم. دیاقت شو داری. میگم پس بلیط هواپیما بگیر. ها؟ باشه، چشم. خداحافظ. به سلامت آقای مصور. چیزی شد؟ نه چیزی نشد. تلا میر سفر. آخ جون. خیر آقای احمدی، دارین اسباب کشی میکنی؟ نه خیر، حالا سوهان روح تو نفسی. اختیار دارین. پس این وسائل، اگه خدا بخواد داریم میریم سفر. خوش بگذره انشالله، خوش بگذره. شما چی؟ برنامه‌ای برای سفر نداری؟ چرا؟ اتفاقا ما هم قراره بریم مسافرت. حالا اگه بلیط گیرمون بیاد، داداش واندار که نداریم.
میگن که شما برین سفر، میگن هوای شمال خیلی عالیه. آره آره، سال هاست که وصفشو شنیدم. آره قزم فرد برو. بای بای. درم باد گذاشت. زنده باد بابا. زنده باد خودم. زنده باد. بله خاموش کردی؟ شمایی؟ رام شد؟ چه جورم جواب داد. ممنون. کیه مامان؟ برو چمدونا رو ببند. برو دیگه. ولی دلم براش سوخت. احساساتی نشو ناناس خانوم. من در مورد شوهرم نمیتونم اینجوری فکر بکنم. احساساتی نشو. آخه تو کی میتونه اینجوری ادامه بدم؟ احترام بارونش کن. چشم. ولی میگم خب تا کی اینجوری میتونه طول بکشه؟ بالاخره شوهرم میفهمه دیگه که من یه زن ایدئال موقتی بودم. نباید بفهمه. آخه تو کی میتونه اینجوری ادامه بدم؟ ببین هر روز من باید پیش بگم آقا مسافر، آقا مسافر، نمیدونم کفشاشو باکس بذارم. وای من نمیتونم، دیوونه میشم. نه فقط هر وقت ازش توقعی داری احترام بارونش کن. با قربون صدقه خامش کن. من در مورد شوهرم نمیتونم اینجوری فکر بکنم. در این موردم چون دلم لک زده بود برای سفر تونستم گولش بزنم. ناناز خانوم تو میدونی مروارید بیشتر از طلا به سر و روت میاد؟ جدا؟ نسخه خرید مرواریدو دارم. از سفر برگشتی یه سر بهم بزن. ترشی و کلوچه منم یادت نره. چشم حتما. بای. به امان خدا. کی بود مامان؟ یه دوست، همونی که ویزای سفر رو برامون آماده کرد. ویزا؟ مگه میخوایم بریم جزایر قناری؟ بگید دیگه کی بود؟ چمدونا. غلط نکنم دارید یه چیز رو از من پنهون میکنید. ببین طلا خانم، یه چیزهایی تو زندگی وجود داره که آدم بعد از ازدواج متوجه میشه. برو. با کیف سر دهانم چون ننالم چون ننالم چون ننالم چون ننالم چون ننالم شکست پر رو بالا چون نالا آخه چون نالا چون نالا چون نالا چون نالا همه گوین فلونی ناله کم کن ناله کم کن آخه ناله کم کن ناله کم کن تایی در خیالم چون ننالم آخه چون ننالم چون ننالم چون ننالم تو چرا با هم حرف نمیزنی سیمین خانوم؟
مگه تو صبح بنا نبود منو از خواب بیدار کنی ها؟ تو که حرف نمیزنی قناریام که برام نمیخونن. دلم خیلی گرفته. حالیتی چی بهت میگم؟ میگم دلم خیلی گرفته. نمیخوای با هم حرف بزنی؟ تو هم دلت گرفته آره میدونم. همه رفتن اینجا سوت و کوره. دلت میخواد بری مسافرت آره؟ خب فردا میبرمتون تو حیات. این بچه های احمدی هم نیستن که شما را اذیت کنن. میبرمتون. حالا با هم حرف بزن. آری جا کارم داشتی؟ چرا با ساکت شدی؟ بهاری جان سیمین خانوم میخوای یه چیزی بگی؟ خوب بگو بگو ببینم چی میگی بهاری جان بهاری هی بگو بهاری بهاری مرد فکر کردم یه چیزی میخوای برام بگی آری کوفته کاری دیشب تاله که هیچی نگفت اول صبح بلند شده بهاری 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 بده به من الو سلام بله بله هستن شما فروغ خاله فروغ سلام خاله جون خوبین بله من طلا هستم آخرین باری که دیدمتون 7 سالم بود ولی هنوز فراموشتون نکردم کیه طلا؟ خاله فروغ دوست قدیمیتون چرا زودتر نگفتی؟ خوشحال شدم صداتون رو شنیدم خداحافظ گوشی الو سلام چطوری فروغ جان؟ ممنون چطوری خرگوش باهوش؟ معلومه که لقب دوران مدرسه یادم نرفته تو خوابام دنبالت میگشتم تو تلفن پیدات کردم خب راستی شماره ما از کجا گیر آوردی؟ از مهین گرفتی آخرین بار خبرتو از اهواز داشتم الان کجایی؟ اهوازی شوهر اهوازی چطوره؟ سر به راهه؟ خب چرا؟ مسافرت نهی بردت امان از دست این مردا واقعا چی؟ قبول کرده بیارت تهران؟ نه شوکه شدم خواهش میکنم تشریف بیارین مامان نه نه ببین خیلی خوشحال شدم رسیدین تهران زنگ بزن میگم مصور بیاد فرودگاه دنبالتون آره حتما تماس بگیر قربونت برم منم خیلی دلم برات تنگ شده پول تلفنت زیاد میشه آره دیگه صحبت نمی کنیم بقیه حرفامو بمونه وقتی که اومدی باشه قربونت برم فروغ جان خداحافظ بعد از 10-15 سال دوستم داره میاد اینجا خب من که نمیتونم بهش بگم نه یا طلا جان خب واقعیتش رو میگفتین داریم میریم سفر میدونی چند ساله دوستم رو ندیدم 15 ساله حالا بعد از مدت ها بهش بگم نه یا تازه
زنگ میزنم مهینم بیاد، بعد میتونیم بشینیم تمام خاطرات دوران جوانیمونو نفش قبر کنیم. واقعا که شما خود خواهیم. نه بابا حالا تعطیلات بهتون خوش بگذره ماما. سلام. فکر نمی‌کردم قیافم انقدر ترسناک بشه. آره من خودخواهم، اما تو هم از دیدن خاله فرو خوشحال میشی. بله ولی نه حالا که بعد از مدت ها میخواستی بریم شغل. تازه من که خاله فرو رو ندیدم دلم براش تنگ بشه. برو مشق تو بنویس. ببین عزیزم، میدونم دوست داشتیم بدیم شما، ولی جنگل و کوه و دریا تموم نمیشه، همیشه هستن. اما ممکنه دیگه هیچ وقت این فرصت پیش نیاد که من بتونم دوستم رو ببینم. بعدم میریم شمال. پاییز. میگم پاییز شمال خیلی قشنگه. بگو مامان خود خواهتو بخشیدی. دختر خوبم. فقط مونده که من چجوری به مصور بگم. واقعیت رو بگین. همونجور که ما گفتیم. واقعیت. امید راست میگه. نه. اگه مصور بفهمه که من به خاطر دوستم منصرف شدم، دیگه تو پلک ملت هم منو نمیبره. باید یه کاری بکنم که خودش منصرف بشه. یعنی چجوری؟ فهمیدم.